از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از جام سفیدانم هر جام دمه پوشم، از جام سفیدانم هر جام دمه پوشم، هم ساری عوض سارم، هم آتش زردوشم، هم سال عوض کاریم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم، اسماعیل سامانی دیواری بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خاراییم، دیواری بخاراییم، ما هم کوی خاراییم، دیواری بخاراییم، یک تایف هست بابون، یک تایف هست دوسیم، هم وارسی خاموسیم، هم وارسی ناموسیم، هم شریف الدمسی، هم شریف اقباله، هم شهری به نام حسین، هم شهری به اقبالم، هم شهری به اقبالم، از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از جام سفیدانم هر جام دمه پوشم، از جام سفیدانم هر جام دمه پوشم، هم سالی عوض داریم، هم آتشی زردوشتیم، هم سالی عوض داریم، هم آتشی زردوشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم، دیروز سالم حساب در برم پویاند بر این دراهی، دوست آلم اصحاب بر ما نظر کن، بارهیم زین گمراهی، دوست آلم اصحاب دستم بگیر و تایم کن براهی، دوست آلم اصحاب یلا بکن یا مدربه یا همراهی، نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد همه خداست، اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار، اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده، زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار، ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزادا، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما، قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی، دزدان ناموس شدن به حکم دین طلایه دار، لعنت به دین و رهبر و بنیان این استثمار، می نویسم از غروبم، از سقوط هفت هزار سال، شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم، دیو مست این روزها بیرحم انسان میکشد، ظالم تاریخ با جرم اوستا میکشد، گاه در مکتب مرا، گاهی میان معبدم، گاه در میخانه، گاهی در خیابان میکشد، با پروانه از نجیب باربر، لیس من برخیز
لیس من برخیز، شمشیر دگر در دست گیر. دشمن بابک، دشمن بابک از کینه خراسان میکشد. از عرب جز خون و خون ریزی ندارد خاطرم. تیغ استعمار ما را در بدخشان میکشد. کابل و غزنی، بلخ و بامیان، ایران، همی من زخمیم. باز بودای مرا با چنگ و دندان میکشم. خانه جمشید و آرامگاه بو علی، زادگاه مولوی را باز شیطان میکشد. دست هایم را بگیر ای هم تبار درد ها، دست هایم را بگیر ای هم تبار درد ها. کندز و شیراز را با تاجیکستان، ای تمدن ای تمدن پرچم دیرینه را بالا ببر، ای تمدن ای تمدن پرچم دیرینه را بالا ببر. شیر این جغرافیایم را، شیر این جغرافیایم را شغالان میکشم. این تبر با دسته بیگانگان استاده است، این تبر با دسته بیگانگان استاده است. آه آه، بیرحمان انبوه درختان میکشم. متل تطول آسد علی چجور، یه ریش داره تا سینه، سینه یه پوزکینه، قلبش مثال سنگه، حرفاش همش جفنگه، رهبر مسلمینه، نوکر روس و چینه، تانکرا رو بار کرده، دلارا رو انبار کرده، هر که کنه انتقاد از رشوه و از فساد، لاتای نافکارش آتش به اختیارش، با کل توی خیابون میرن سراغ انسون. دست زهاک و بسته رو تخت خون نشسته، دست زهاک و بسته رو تخت خون نشسته، تا یک آخوند رهبر آزاد نمیشه کشور. ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم، ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم. درود دارم به همه مهربان یارانم در سر تا سر این جهان آریایی، اهورایی، اوستایی. اوستا 120 جلد کتاب بوده که زرتشت نخستین آورده میترا، وقتی که از کوههای پامیر تاجیکستان میاد پایین. یک دانشگاه، یک کتابخانه و یک اندیشکده بود هست که ارمغان داده به ما در همه زمینه ها، هم در زمینه های علمی به ما آگاهی داده. شرح این رو در کتاب آیین اوستا سیاوش اوستا نوشته. مهربان یاران، همونطور که نجیب بارور در این ترانه بسیار زیباش برای شما سرود، چه کام سرای آریایی خراسانی از تبار افغان، افغانستانی که تقریبا بیش از 200 سال پیش توسط محمود افغان بخشی از خراسان بود، لقب نام عنوان افغانستان بهش داد. متوجه میشین؟ چون تبار خودش افغانی بود. مثل مثلا همین که دارید پشت من سر من میبینین آتش میزنه تخت جمشید، الکساندر اسکندر از مقدونی میاد، وقتی از مقدونی میاد و از کام خدمتتون سپاهی فراهم میکنه، چون مادرش وقتی که ایرانی ها به یونان اینها حمله کردن تو مناطق، وقتی که تو مناطق بودن حمله کرده بودن، این اسکندر مادرش توسط شاهزادهای ایرانی حامله میشه
فردوسی میگه، من در کتاب هم اینو شرح دادم، فردوسی میگه که این حامله میشه و بعد مادرش اسکندر رو به دنیا میاره و بعد بهش هی مرتب میگه که تو شاهزاده ای، تو فرشته ای، تو خداوند زمین هستی، تو باید بری فارس رو بگیری، پرس رو باید بگیری، از زمین آریار بگیر. بعد اونجاست که این اسکندر که اهل مقدونیه، مقدونی اون موقع همونطور که اینا دارن میگن، خودشون دارن میگن دیگه، ما نمیگیم اینو، خود غربی ها میگن مقدونی اون موقع یک صدم ایران بوده، یعنی یه ده بوده، یه شهرک بوده، مردم هم توی خیمه و چادر زندگی از خونه نمیدونستن. که این اسکندر پا میشه، فیلیپ بعد از اینکه پدرش رئیس قبیله است چیز میشه، این پا میشه و به تحریک مادرش سپاهی فراهم میکنه و اون سپاهش میاد ایران و همون مناطق که میدونید دیگه فتح میکنه، از جمله افغانستان کنونی که موقع بخشی از خراسان بوده، بخشی از خراسان بوده، این سرزمین تازه این نام رو گرفته. بعد پشتون و ازبک و تاجیک و هزاره و همه این هایی که الان توی این هست، این همه گروه های سلطنتی و پادشاهی ایران بودن. پشتون الان که داره تاجیک و هزاره و اینها رو میکشه به اسم شیعه و سنی و البته الان سنی ها دارن به اسم شیعه رو میکشن، این هزاره ها خیلی دارن کشته میشن، شبا میرن سر میبرن اینا رو، اینها عرض کنم خدمتتون خودشون درباری ایرانی بودن ولی نمیدونن، چون نفهمن، چون ناآگاهن، چون یه دینی را آوردن به اینا تحمیل کردن، بعد خدا و ایمان و راستی و درستی هم همه در اون چارچوب اون دین ببینن. امروز میخوام ریز قضیه بیشتر با هم صحبت کنیم، با ما باشید خواهش میکنم. و بدونید که ببینید، ما تا روشنگری نکنیم، تا آگاهی بخش نکنیم، کار حل نمیشه. روشنگری خیلی مهمه. ما خیلی آدم های زود فراموش کنی هستیم، زود میگذریم، زود میبخشیم و همه چیز رو از یاد میبریم و خیلی زود سر تعظیم در برابر دشمن فرود میاریم. این یکی از دردها و بدبختی ها با زود آقا ببخشید دیگه، دیگه صلح و آرامش نمیشه. وقتی که افرادی هزاران سال، صدها نه، هزاران سال با توته اومدن تو رو نابودت کنن، امپراتوریاتو از بین ببرن، از زمان ایلامیان تا به امروز، ایلامیان یعنی ایرانیان، 7700 سال پیش، 8000 سال پیش تا امروز اومدن تو رو نابودت کردن، تمدن‌های بزرگتو از بین بردن. اینا که شوخی با تو ندارن، بدبخت. دشمنای ما دو جور بوده و هستن، دو جور، خوب گوش کن. یکی اونایی که تشکیلاتی و سازمان یافته اومدن به ما حمله کردن، ما رو نابود کردن. تشکیلاتی و سازمان یافته یعنی این که اینها از قدیم گفتن، نوشتن که امپراتوری پرس، امپراتوری آریا، امپراتوری ایلام، امپراتوری ایران باید نابود بشه. بعدم خب برای اینکه اون موقع تا همین الان، تا الان کارساز چه برسه اون موقع، برای اینکه کارساز میشه چی گفتن؟ گفتن الله اینو خواسته، الله این خواست، الله. خب الله کیه؟ بت بزرگ قریش و اعراب صحراگردان تازی و تبار ابراهیم هست از اسماعیل، اینها الله را قبول دارن، فرزندان اسماعیل از ابراهیم، اینها خداشون اللهه. الله کیه؟ بت بزرگی است که اینها داشتن و دارن و الی آخر. خب وقتی این مطرح میشه، اونها تشکیل، اونها رئیس حزبن، کادر مرکزی حزبن، خوب گوش کنید اینو، اونها تشکیلاتی عمل میکنن، بعد میان چیکار میکنن؟ عضو میگیرن، اعضای ابله میگیرن. این اعضای ابله همیشه در طول تاریخ همه جای دنیا بوده. این اعضا میان دیگه از همه رنگ و تبار و اینا هستن، خرن، چون ذهنیت، چون خر و کوچک و تحصیل کرده نیست، درس خونده نیست، کتاب خونده نیست، الان که کتاب خونده رو گرفته از همه، اینها میان میشن سربازان اینا میرن تو جبهه ها، سربازا میجنگن، اون بالا فرمانده ها فرماندهی میکنن. این باید یاد بگیرید، به اطلاع هم من برسونید، این خیلی مهمه. این تیکه یاد. حالا شما اگه روشنگری نکنید کار خراب میشه. که باید شما روشنگری کنیم، اینا رو افشا کنیم.
گاهی اتفاقات خیلی زیبایی میفته، ولی چون دشمن تریبونا دستش قدرت دادتونه، تریبونا دست دشمنه. تو فکر نکن یارو اونجا نشسته هوادار تویی که میاد صبح تا شب زر میزنه، اون دست دشمن داره حقوق میگیره که سر تو رو همون سربازاست. سربازا بهتون گفتم که باید سر تو رو به بازی بگیره، سر تو رو یا به بازی میگیرن تو جنگا یا سر تو رو به بازی میگیرن توی اطلاعات و اخبار و اینایی که بهت میدن. یکی از نکاتی که سالا ما فراموش کردیم بودی که ما بهره راستین و درست ببریم از هر اتفاقی که میفته، نمیبریم. مثلا این سیسمونی قالیباف رو این چی بزرگ میکنیم، کنارش یه چیز بزرگتر از رو میاد که ایدئولوژیکه، این سیاسیه، یه چیز ایدئولوژیک اندیشه میاد، اون رو نمیگیریم. شما باید ایدئولوژیکا رو بگیری بیشتر. وقتی ایدئولوژیکا رو بیشتر بگیری از اونا سرباز میگیری، از دشمنت سرباز میگیری، متوجه میشی؟ ولی سیاسی که باشه حالا میبره میبازه یا برد داره یا باخت، ولی ایدئولوژی سرباز از دشمن میگیری. چجوری؟ همین نکته آخر شما خوب گوش کنید. دختر هاشمی رفسنجانی فائزه اخیراً اومد و یه حرف میزد در رابطه با سپاه و فلان اینا، بعد یهو یه فیلمی ازش منتشر شد، خودش هم فیلم گذاشته رو اینستاگرامش داره پخش میکنه. پخش شد که توی فیلم حرف مهمی میزنه، این حرف همین دعوای جنگ عمام سپید با عمام سیاه رو در طول تاریخ ثابت میکنه، ثابت میکنه این جنگ رو. گفت آقا محمد که اقتصاد بلد نبود، که محمد پیغمبر بود، یعنی که یعنی کامپیوتر بود، یه کامپیوتری حرفای بهش داده بودن میزد. گفت محمد اقتصاد بلد نبود، پولای خدیجه رو هم حروم کرد. چرا حروم کرد؟ چون اسلام را آورد پولا شرم کرد، یعنی نفی کامل اسلام رو میکنه، میگه اسلام که اومده پولای خدیجه رو حروم کرده. خیلی زن و مرد رو جدا بکنه، همینا در مقابل همدیگه قرار داده دیگه، بر اساس یه روایت جعلی نصف شده، اصلا آیه قرآن نداره. تنها تبعیضی که آیه قرآن داره ارثه. بله ببین ارثه، بعد ما به ما مجتهد داریم، مجتهد باید دروس بکنه چیزای دینی رو. حالا یه زمانی زنا فعال نبودن، زنا خانه‌دار بودن، نقش اقتصادی نداشتن. الان ما این همه زنی داریم که خودسرپرستن، این همه زنایی داریم که با مردا با هم کار میکنن، درآمدزان. اینقدر خانواده داریم که مرد کار نمیکنه، زنه داره کار میکنه که درآمدش میره در اختیار خانواده قرار میده. حالا اینم اگر بر فرضم اگر اتفاق درستیه یا نه، قاعدتا بنا نبود زن مسئولیت درآمد نبود داشتن. حضرت خدیجه مگه درآمد نداشته؟ حضرت محمد مگه با حضرت پس اشغال نداشته؟ وظیفه‌اش نبود. نه وظیفه نبود، ولی سنت ممکنه در قدیم زنها خیلی وارد مسائل اقتصادی نشده بودن، وارد مسائل اجتماعی نشده بودن، ولی ما نمونه داریم دیگه. ببین نمونه داریم، حضرت خدیجه خانم تاجری بوده که حضرت محمد میره باش ازدواج میکنه. اگر بد بوده که زنها وارد اقتصاد بشن، پس چرا حضرت محمد با حضرت خدیجه ازدواج کرده بعدم ادامه داده به فعالیت؟ بعد از ازدواجشون مثل که حضرت محمد پولاشو حروم کرده دیگه، حضرت محمد پولای حضرت خدیجه رو حروم کرده. نه حروم شد واقعا ازش، حتما شده دیگه، مگه میشه نشده باشه؟ حضرت محمد کار اقتصادی نمی‌کرده که حضرت محمد پیامبری می‌کرده. بنابراین نه اینجور نیست، اینکه از اسلام کرد بعدم ببین خرج اسلام چه بره پولا. نه خب خودش داره. نه خودش اول بر میگه خرج اسلام می‌کرد دیگه. بعدم اینا که حکم اسلامی که نیستش که، سنت ها یه چیزی بوده به مرور زمان تغییر کرده، شرایط زندگی انسان ها تغییر کرده، اون نیست که دیگه در گذشته بوده باشه. بنابراین مجتهد بر فرض حالا خوشبختانه نیست تو قرآن، اگر هم جایی تو قرآن یا تو روایت جعلی نه روایت واقعی بوده، وظیفه مجتهد چیه؟ وظیفه مجتهد به روز کردن دینه. اصلا غیر از این وظیفه ما این همه داریم خرج حوزه‌های علمیه و نمی‌دونم این طلاب و اینا می‌کنیم برای تبلیغ دین که اینا بیان دین رو به روز کنن. اگه نه، اگه قراره یه حکم 1600 سال پیش باشه همون تکرار بشه، خب یه رساله چاپ بشه، یه تجدید چاپ بشه، این هم چرا داریم خرج مجتهدین و علما و طلاب و اینا می‌کنیم؟ شما این بزرگ کنی که آقا یه کسی که باباشو کشتن چون امام سفید بوده، هاشمی رفسنجانی یا تو نره طیف عمام سفیدار که از اول انقلاب تا الان کشتن، اینها یه جنگ تاریخی دارن. چرا؟ چون عمام سفیدا عقلشون میرسه که آقا یارو اگه میاد دهه فاطمیه میگیره، دهه نمیدونم ضربت خوردن حضرت امیر میگیره، همه اینا که اینا چرت و پرته، اینا برای ننه بابای خودشونه که مراسم میگیرن، اینا عمام سفیدا اینو میدونن. بارها هم گفتن، بارها هم گفتن، میگن که اینها پدر و مادر را نیاکان خودشون که کشته شدن و مردن و از بین رفتن، اینها برای اینا مراسم میگن. مگه تو برای بابات، برای مادرت مگه سال نمیگیری؟ مگه چلم نمیگیری؟ مگه دهمین سالگرد نمیگیری؟ خب فاطمه زهرا مادر بزرگ سیده است که الان حاکمن،
ولی مادر بزرگ شیخای امام سفید که نیست. علی و حسن و حسین اینا با بزرگ اینا تا اینا خیلی خودشون بینا انتقاد دارن. من از زبون خودشون شنیدم. من از همین آخوندا مثلا دارم به شما میگم. آقای لاهوتی رو کشتنش، بچه‌هاش هم کشتن، حالا دو تا از بچه‌هاش که یا آقای لاهوتی مسخره میکرد سیده رو. بچه های مشهد اگه فیلم ها رو داشته باشن، وقتی ما با استاد شریعتی بودیم ایشون اومد رفتیم خونه استاد شریعتی، مسخره میکرد علنی جوک تعریف میکرد سیده و این شارلاتان بازیه که میکنن برای مراسم عزاداری میگیرن برای فاطمه و فلان اینا. حبیب الله آشوری، حبیب الله آشوری یک آدم بزرگ فهمیده، لباس آخوندی تنش بود ولی زنده و لباس بود، انتقاد میکرد. همین سید علی خامنه‌ای رو مسخره میکرد. یک کتاب هم نوشته به نام توحید، تمام این اندیشه ها و تفکرات سیدها و سادات تازی رو، این امامزاده بازی ها و فاطمه رقیه و سدسن نسی اینا همه رو چه کرده بود. طرف تو پارلمان عبدالحمید دیالمی یکی از همین تازی ها گرفتش و بعدم لاجوردی هم زد کشتش. لاجوردی هم زنگ زد به دو تا شیخ دیگه، گفت آقا یه کتابش خوندی ملحده چیه؟ گفت آقا این ملحده، زدن کشتنش. علی خامنه‌ای هم اونجا همه کاری هیچ کار نتونست بکنه، اصلا نمیخواست بکنه چون سیده. گلزاده غفوری بچه هاشو کامل روزی که آشوری رو کشتن بچه هاشو کشتن، بعدم خودش خلل لباس و بعدم خودش کشتش. این آخوندهایی که میبینید الان، این آخوندهای پشت سر همه، این آخوندهایی که میبینید اینا همه شیخ هایی بودن. این شیخ ها مخالف این آخونده بودن و اینا رو یکی یکی کشتن، یعنی دونه دونه اینا رو کشتنشون. از همون اول قبل از انقلاب هم این قضیه ادامه داشته. قبل از انقلاب هم ما علما و دانشمندای بسیاری داشتیم. اگه زکریای رازی بوده، اگه پور سینا بوده، اگه عمر خیام بوده، اگه حافظ بوده، اینا همه رو کشتن، اینا همه رو کشتن، اینا سید چون نبودن. و این مسخره بازی های آخوند بازی و روزه و سینه زنی اینا رو چه کردن؟ یزدان گواهه من با همه اینها رفیق بودم. این معاصرین مثل لاهوتی، مثل آشوری، مثل اکبر گودرزی، رهبر فرقان بود، رهبر فرقان بود گودرزی، شیخ بود، گفت ما که بهتر از هر کسی این سادات تازی رو میشناسیم. اینا به هم قدرت میگن گروه فرقان درست کرد، همینا ترور کرد، مفتح رو ترور کرد، اینا خیلی ها رو ترور کردن کشتن. گفت اینا قدرت نباید به دست بگیرن، آخوند اگه قدرت به دست بگیره جامعه رو نابود میکنه. حالا ما باید بلد باشیم که این جنگ عمامه سیاه و سفید تاریخ رو الان بیایم مطرح کنیم. باید بلد باشیم این جنگ عمامه الان خیلی در ایران جدی شده، در جهان آریایی جدی شده. باید بیام جدی دارن مطرحش بکنیم، وکنه روش بزیران نابود میشه. وقتی دختر هاشمی میاد چنین حرفی میزنه، وقتی خود احمدی نژاد میاد که چه حرف میزنه، برای که تو رو نگیرن زندانیت نکن، میگه آقا این گفته، این رئیس جمهور تو بوده هشتالی گفته. آقا این دختر رفسنجانی داره میگه اسلام اصلا بی خود اومد محمد پورای خدیجه رو حروم کرد، این داره میگه. بعدم تا یه کسی رو میگیرن میره زندان، تو به جایی که بیای اون بزرگ کنی حرفاشو تبلیغ کنی بزنی تو سر رژیم، آقا مال خودشونه. تو میترسی با اسم اصلی یک کلمه حرف بزنی، یک کلمه میترسی، یک تلفن به سیاوش افستا بزنی، میترسی یک کتابی رو برداری خوندی بگی که مال کیه، اسم نویسندهشو میترسی بگی. وقتی اینا میرن تو زندان جونشونو میدن. این خانم نرگس محمدی بچه داره، شوهر داره، میتونست بهترین زندگی تو خارج داشته باشه، خارج از زندان رو میگم، تا خارج از کشورم بابا میره زندان راحت هم. ببین چه خودش داره میگه که داره میره زندان، بنده خدا. اینا شجاعت باید یاد بگیریم. دوستان مدافع حقوق بشر، خیلی خوشحالم که این ویدیو رو میتونم امروز برای شما بگیرم و خیلی خوشحالم که این ویدیوی من روز تولد من در بین شما خواهد بود. و در این حال من فکر میکنم که گویین که برای چندمین بار در طی سالهای اخیر دارم به سمت زندان میرم، امروز ساعت 5، اما واقعیت اینه که هیچ نگرانی یا ناامیدی ندارم. تا الان من 12 بار بازداشت شدم، 5 بار محاکمه شدم و احکام نسبتا سنگینی، بیش از 30 سال حکم قطعی و 154 ضرب شلاق رو تا الان گرفتم
و در دادگاه اخیرم به 8 سال و 2 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و در پرونده قبلی به 30 ماه حبس و 80 ضرب شلاق محکوم شدم و اینها رو دارم میرم که متحمل بشم. و علارغم اینکه ما کمپین بسیار گسترده قبل از بازداشتم را انداختیم، 85 نفر از فعالان مدنی و سیاسی علیه سلول انفرادی و شکنجه سفید شکایت کردیم و اعلام کردیم که این شکنجه هست و نقض حقوق بشر و باید متوقف بشه، حتی خلاف قوانین خود نظام جمهوری اسلامی هست و باید متوقف بشه. ولی من 4 ماه پیش 2 ماه در 209 در سلول های انفرادی نگهداری شدم. اون لحظه میتونستم ناامید بشم که آیا مبارزات ما به هیچی نرسید و من برای 4 بار دوباره به سلول انفرادی برگشتم، ولی اساسا من یک چنین نگاه و رویکردی ندارم و فکر میکنم که مبارزه برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر استقامت میخواد، آگاهی میخواد و شجاعت و شهامت میخواد و مردم سرزمین من این آگاهی، این اراده برای دستیابی به دموکراسی رو دارن و بیش از 100 سال هست که برای اون میجنگن و ما امروز با جنبش های اعتراضی گسترده که در ایران شاهد هستیم، در بین کارگران، در بین معلمان، جوانان و زنان، بسیار امیدوارتر از سالهای گذشته داریم فعالیت میکنیم، گویی که مورد سرکوب قرار میگیریم، ولی معتقد هستیم که این سرکوب از سوی نظام جمهوری اسلامی نه بر اساس اقتدار و قدرت اونها، بلکه به دلیل ضعف اونها و قدرت مردم سرزمین من هست و من به شدت امیدوار هستم. بنابراین امروز با لبی خندان و بسیار سرخوش و البته بسیار امیدوار و دلگرم به حمایت افرادی چون شما، نهادها و گروه‌هایی چون شما به زندان برمیگردم و به مبارزه ادامه میدیم. من 50مین سال تولدم هست و خیلی خوشحال هستم که در این سال، در 50مین سال تولدم، میتونم این عهد و پیمان رو دوباره با دوستان حقوق بشری خودم داشته باشم که مطمئن باشید ما خسته نخواهیم شد، به استقامت و مبارزه خودمون ادامه خواهیم داد. مردم ایران به دنبال یک گزار دموکراتیک برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر هستند. تا اون روز از پا نخواهیم نشست و روزی سرود پیروزی رو در کشورمون سر خواهیم داد و شما صدای شاد و سرخوش و پیروز ما رو خواهید شنید. تا اون روز خداحافظ. از اینا نه تنها یاد نمیگیریم، به جایی که اینا رو بزرگ کنیم، وقتی که ایدئولوژیک یادتون داره، شما تا ایدئولوژی رو، اندیشه رو، دین تازیان رو از تودای مردم نگیری که آخونده بهش دادن، ایران آزاد نمیشه، با فحش سیاسی آزاد نمیشه. قالیباف درسته 6 میلیون شما، ولی خب دختر تنز خیلی خوبه، شنین دخترش قهر کرده، دختر قالیباف قهر کرد رفت افغانستان، شوهرش هم گفت بدی دستی سعید توسی، این شوهر نمیخوام، رفت افغانستان، خادم نشد. دختری قالین بافم خوب و رنگین بافم، دختری قالین بافم خوب و رنگین بافم. حرکت اینه، یا مثلا یه چیز اتفاق میفته، یارو میوه فروشه، الان مبارزه که همش تیر و تیراندازی و درگیری، یا آقا یه کسی میوه فروش، میوه فروش این میره میوه رو خودش با کامیونش از دم باختر را میخره میره تو مغازهش، یعنی یک دست میگرده، نه اینکه 3 دست بگرده بخواد بره از بازار تره‌وار رو اینا بخره، ها؟ چون یک دست میگرده 30-40% میوه ارزونتر در میاد، ارزون تر میده به مردم. ما از این انسان های آزادی داشته و داریم. این بابا اومدن دکونشه ببندن، چرا؟ چون میوه ارزون داری میفروشه. اینا رو شما تقویت کنید، بزرگ کنید، بزرگ بدارید، رو دستتون ببرید. انسان های آزادی شهرداری اومده گیر داده بهش میگه چرا ارزون میدی؟ نکنید این قیمت ها اصلا توی خود تره‌وار این قیمت ها رو نمیده، این منده خدا داره میده، الان دارن میخوان مغازه‌شو ببندن، چرا ارزون میدن؟ بچه‌های خیلی خوب، موزیسین‌های درجه 1، من سپاسگزارشون هستم، چند سال گفتم به این کار ادامه پیدا کرده، دلیل میکنم اینطور آقای همایون و قبصری، نظریان، این بچه‌های بسیار خوب، این حسین آقا، این موزیسین‌های خیلی خوب میان تو خیابون برای شما میزنن، اینا استادن همشون، شما اینا قد بتونید، باید اینا رو دست ببرید. مبارزه که همش یه جور نیست، انواع مبارزه است.
در این انواع مبارزه هنرمند میوه فروش وکیل داره میره زندان، یارو اومده اسلام رو داره نفیش میکنه از اول محمد، شما اینا باید تقویت کنید، بگید، مطرح کنید و اینجوریه که میتونه ایران آزاد بشه اگر این ایدئولوژی سادات تازی هم. شکوهی که محمد رضا شاه اومد نشون داد در جشنهای 2500 ساله یه تاریخ و تمدن ما را از زیر خاک در آورده بودن، ولی یه جوری اومد تو سینما بردش، تو تلویزیون بردش، تو تصویر جهانی بردش، 70 تا رهبر جهان اومدن پشت سرش. خب حسودین شو شد، دوباره زدن شاه ما را، مملکت ما را، اقتدار ما را از بین بردن، یه مشت تازی نفهم بیشعور اومدن اونجا که تام برو دست شماچ کن پای منبرشم بشین مزخرفاتشم گوش کن، هیچ کس هم پانش یک تخمر بزنه تو کله این. یارو کایل آمزد ریاست جمهوریه بهش چند میلیون رای میداد میاد تخمر بزنه تو کلهش فلان میکنه، شما اونجا نشستین زر میزنین، تازه زرم که میزنی یه جور زری کسی نفهمه. ما تو ایران آدم قوی مبارز زیاد داریم، هستن اونهایی که میشینن پای منبر اینا رو میگم، اونایی که میشینن ساکتن هیچی نمیگن میگم، اونایی که مثل این آقای احسان اسماعیل یغمایی گریه نمی کنن درد خودشون رو نشون نمیدن، اونا رو من میگم. این آقای یغمایی، حبیب یغمایی، از شخصیت بزرگ ادبی باستانشناسی تاریخ سرزمین ما بود. آقای حبیب یغمایی روانش شاد، کارهای بزرگی کرد. این مستشرقین را هم که حرفایی میزن شما اصلا گوش نکنید، شما تحقیق پژوهش خودتون بکنید در رابطه با تاریختون. حالا این آقای حبیب یغمایی زحمات زیادی کشید خودش، بعد فرزندش احسان اسماعیل یغمایی، ایشون باستانشناس بود، نگاه باستانشناس، از زیر خاک که آثار باستان ایران در اومد خیلی ها، آقای یغمایی خیلی نقش داشت، فرزند حبیب یغمایی خیلی نقش داشت، خیلی زحمت کشید. او از 55-60 سال پیش این انسان برای ایران و تاریخ کهن 7000 سال ایران نقش داشت و خیلی نقش مهمی داشت که تمدن 7000 ساله را از زیر خاک آورد بالا. حالا این نظام تازی حاکم تا هم اصلا نفهمیدی، از کنارش هم گذشتی، هیچی هم نگفتی، اینا آمدن چیکار کردن؟ اینا آمدن این کارهایی که این آقای یغمایی، این نازنین، این دلبند، دلبر، این هنرمند از زیر خاک با دوستانش یارانش تبسی کرده در اومده، اینا آمدن جاده زدن. آقا تمام ادارات دولتی از اداره برق گرفته، اداره حتی باستانشناسی ایران، حتی باستانشناسی ایران، اینا آمدن و تلاش دیرین این مرد رو
نابود کردن، خراب کردن، صاف کردن. ببینین چجور گریه میکنه، ببین چجور دردمندانه فریاد میزنه. از این گریه های میلیونی شما باید برید بکنید و خشم و خون رو به اینها ارمغان بدید. حالا چوت ساکت بشید در برابر ظلمی که تازیان قرناس به تو. آقا سوره رام رو صد بار به شما گفتم، سوره رام بری، تو سوره رام بری، جد محمد که اینا همشون میگن سادات، تازی میگن بنی هاشم، هاشم از صد سال قبلی که محمد به دنیا بیاد با رام ساخته است. ام کلثوم که دختر امام علی، برید بخونید، زن عمر میشه با رام در تماس، بهش هدیه میدن، طلا میدن، چون پرنسس عربا بوده دیگه، زن خلیفه بوده، دختر خلیفه بوده. اینا همه تشکیلاتی سازمان یافته است. وقت توی ساده لوح رو رازم سیلت ملای فاطمه زهرا عزمت علی 11 تا از 12 تا امام کشته شدن، 11 تاشون کشته شدن توسط کی؟ نزدیکترین افرادشون. کسی دیگه هم ترورشون کرد؟ مثل خلفای تازی ایرانیا، مصریا اومدن ترورشون کردن؟ نه، 11 تا امام تازی همشون کشته شدن. امام حسنی که اسما زنشه که میکشه، مسموش میکنه، بقیه هم همینطور، بقیه هم همه 11 تا کشته شدن. وقت بدبخت برای کی عزاداری میکنی بیچاره؟ برای پدر مادر خودت عزاداری نمیکنی؟ برای پدر مادر علی خامنه ای و خمینی و اینها تا عزاداری میکنی؟ به سر سیلت میزنی؟ اینا نیاکان اونها بودن، برای نیاکانشون که اصلا تو زندگیشون یک ورقشو نمیدونی که کیان و چه کردن. و ایران رو نابود کردید، افغانستان رو نابود کردید، حالا فردا جای دیگر رو نابود بکنید. بعد این مستشرقین بیان برای شما تاریخ بنویسن، تاریخ بنویسن. اون بزرگانی که مثل رمان گریشمن و دیگران اومدن پرسپولیس ها رو از زیر خاک در آوردن، تو قدرشون رو ندونی. بعد هم خیلی چیز مال تو بوده دیگه. الان خود اینا در میرن انیمیشن، این اخیرا ما انیمیشن نشون داده بوده مال ایرانی تو جام، من 10 سال پیش بهتون نشون داده بودم، این جام رو زرقامی گرفته دستش میفتاد مشکست، دیدید حتما. انیمیشن تو 7000 سال پیش انجام میدادی. چی میگن اینا؟ رپ، رپ خونی تازه بود شده و یادم این موقع سال 1986-1989 بود که شاب خالد اومد و اینا، رپ خونی تازه بود. تو تاریخ میگردیم میبینیم اولین رپ خونم مال ایران، بنده خدای حسن شمعی زاده رفیق عزیز ما، درود دارم بهش. تو را از همه من بالاتر میبینم، از همه توی شهر سر میبینم، روزه با عشق خوشی وقت توی خودم، توی چشمان تو یه نفر میبینم، توی چشمان تو یه نفر میبینم. حسن شمعی یک آهنگساز، خواننده، موزیسین بزرگ و نامداری است. حسن شمعی زاده آقا رپ خونی رو اولی کرده. هر جور موقع کی میدونسه رپ یعنی چی؟ همون موقع که معمر رضا شاه مشاور رهبران جهان بود، قدرت جهانی بوده، گلوبالیسم بود و زمان شاه گلوبالیسم بود، ما جزو گلوبالیسم ها بودیم، ما جزو رهبران جهان بودیم، ما در رهبری جهان نقش داشتیم. وقت من میگم آقا خلیج فارس جاندار بود، افتخار میکردیم، پلیس بودیم تو منطقه و جهان، پلیس بودیم، امنیت منطقه رو تامین میکردیم، پیشرو بودیم در هر چیز و هر زمینه ای. بدبخت و عقب افتاده نبودیم.
حالا خیلی وقت تو نمیفهمی عزیزم، تو واردی بازی خودشون میکنن، دعوا با خودشون دارن، یه چیزی رو مطرح میکنن، تو باید ایدئولوژیکوار اینا رو بزنی، ایدئولوژیکوار باید اینا رو روشن کنی. این نکته باید جهانی بشه که آقا سادات تازی تمام این آداب و رسوم و سنن عزاداری که دارن برای بزرگ داشت نیاکان جد مادر بزرگش خودشه، برای تو نیست بدبخت. فاطمه زهرا و زینب و کربلا و حسن و حسین و ضربت خوردن امام علی اینا مال خودشونه. امام علی که بدبخت آمده اون کسی که ایرانی سردار بوده به انتقام خون دخترای ایرانی که به فاحشگی و فساد و فحشا بردن تو حرم سرای خودشون تازیا، جوانان ایرانی رو که کشتن و قتل عام کردن، شهرهای ایرانی رو که نابود کردن، فرشهای کهن و دیرین ایران رو که پاره کردن، طلا نمیشناختن، اومدن اینها انتقام اونها رو گرفتن، انتقام اونها رو گرفتن. وقت شما اینا رو از یاد بردید، شدید مرثیه خان دشمنان خودتون. من امیدوارم ایران آزاد میشه، راحت آسوده بدونید. وقتی که بچه های کوچولو میان مسجد رو رقاص خونه میکنن، مسجد رو رقاص خونه میکنن، این نسل، این نسل جوان، این بچه هان که ایران رو فردا آزاد میکنن. ما به اینها شادیم، ما به این بزرگمردی ها، به این شجاعت ها. آقا صحبت داری میکنیم، میکروفون تو دستشه، با چه شجاعتی، با چه گستاخی. صدای این همه خیانت شما با کرام الکاتبین هم ای از خدا بی خبران، ای حاکمان ظالم و ای مسئولین احمق و خیانتکار، دیگر چه از جان این ملت مظلوم میخواهی؟ ای نامردان روزگار ایران، دست از این همه تفاول برداری. ما وزیری را که نادان و احمق و ناشایسته میباشد و حتی نتواند رتبه بندی را سر و سامان بدهد، خواستار استیزا و عدل وی می باشیم. رئیس مجلسی که همه چیز است، حتی سیستونی نوش خارجی است، نمی خواهیم و به درد این ملت نمی خورد. ای قالیباف دروغگو و زیر بار ظلم و ستم نمی گذید. رئیس جمهوری که قدرت و شهامت خواندن نام تبهکاران و اختلافگران بزرگ را ندارد، یا خود از ایشان است و رفیق دوست و شریک کافر است، و یا نباشد، چنین فرد بزدلی به درد ریاست جمهوری ملت شجاع ایران نمی کند. تازه میدونه که فردا میگیرنش، میدونه که میره زندان، این کارو میکنه. اینها هستن که ایران رو نگه داشتن. هفته پیش خانم دوست عزیزم امان منطقی، سهیل خانم نصر، از جان رفت در امریکا. به تمنا و به وفای عزیزم همدردی های آرام بخشانه خودم رو پیشکش میکنم. رفیق دیگه ای ما
نازنین استاد فرهیخته خوشتیپ. نویسنده توانا پرویز قاضی سعید هم رفت. پرویز قاضی سعید هم از دور براش دست کن بدیم، چون روانش هست و روانش داره ما رو میبینه، روان جاودان پرویز قاضی سعید که تا آخرین لحظه نوشت، آزادانه نوشت، مردانه نوشت و خود را نفروخت. خود را نفروخت پرویز قاضی سعید، بدرود عزیزم. این ها نواهای استاد اکبر گلپایگانی هستند که مثل فرزندان استاد اکبر گلپایگانی، اکبر گلپا ساقی و ساغر دو تا دخترش بودن که توی پاریس ما افتخار داشتیم در خدمتشون بودیم و تحصیل کردن و شوهرای خوب کردن، حالا بچه هاشون هم سایراس، سیروس عزیزم و این لیلاست که در دانشگاه امریکا ازش تجلیل شده. شاد باش میگم به گلی عزیزم و شاد باش میگم به استاد گلپا. Tommy Bell Award for her hard work in the pool and classroom. A state champ in three butterfly events, Alai also qualified for junior nationals. She'll attend Rice University where she'll swim while working toward a major in, listen to this, pre-med and a minor in aerospace engineering. She's the sixth Lafayette student to win the award since it started in 1986. It's an amazing school. It's a great school, and I've learned so much from the principal and just from the school and the environment in general. And always striving for excellence is, I feel like, a big part of Lafayette. So I'm really happy that I could represent and be a part of, I guess, the Lafayette legacy. It's truly an honor. I wasn't expecting it at all. Congrats to Lily and good luck with you. برید و از دشمن سرباز بگیرید، از دشمن سپاهی بگیرید، پامنبری های اینا رو بردارید از منبرشون، پامنبری های اینا رو روشن کنید، به اینها بگید که برای پدر بزرگ مادر بزرگ علی خامنه‌ای و خمینی به سر و صورتشون میزنن. اینها کاری نبودن در تاریخ، ویران کردن سرزمین تو رو، تمام این تمدن تو اونها از بین بردن. همینا هیچی نداشتن، آمدن همه چیز رو نابود کردن. برو بخوان، مطالعه کن، ببین قبل از اسلام چه داشتی. کتاب‌های ما هم شما الان دیگه رایگان میتونید دانلود کنید و بخونید و فهممون بره بالا. کتاب دیگران را، اندیشمندان توانایی مثل دکتر کوروش آریامنش، مثل فرود فولادوند، کارهاشو بزنید، مثل رضا فاضلی، مثل استاد مسعود انصاری، دکتر روشنگر، این کارها رو بخونید، این روشنگری ها رو بخونید، شجاع الدین شفا رو بخونید، زرین کوب رو بخونید، فهممون بره بالا. الان کتاب خونی رو از شما گرفتن، اینم یه توته هست، یادتون داره که میخواید کتاب نخونید تا سپاهیان بیان ترتیبتون رو بدن. سپاهیان دشمن دوباره بیان، مغول و اسکندر و محمود افغان بیان، نادرشاهی هم نیست دیگه، نادرشاهمون کو، رضاشاهمون کو، یعقوب لیثمون کو، کاوه آهنگر کو، فریدونی کو، بابکی کو، ولی بابک های پیروز در راه هم. از جاتون بلند شید مردم. شیخم تاز گفت تاز نیم خواب گفتن بچه سپاسگزار برادر مهربانم مهندس امیر شجره هستم، دبیر کل این دانشگاه پارس. دستان گرم همه شما رو میفشارم تا برنامه دیگر. بدرود و خدا نگهدار.
سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. زبه مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان از طریق اسکایپ به رایگان. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی، از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقل به زبان تازی توهین به زن ایرانی. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط ده‌ها محضر در داخل میهن دنبال شدند. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است. مهربان یاران گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی در آرشیو یوتیوب ببینید. youtube.com/mehrtv youtube.com/mehrtv